نمایشگاهی که امروز ما به گشایش آن آمده ایم قدم نخست زیبا و کوچکی است به سوی یک ایده و آرزوی بزرگ، ساختن موزه‌ای که بازنمای جنبش زنان ایران باشد. طرح و اجرای چنین مهمی کار دشواری بوده و خواهد بود. مثل همه ایده ها و آرزوهای بزرگ، این طرح نیز وقتی میتواند بالنده و رهایی بخش باشد که آن را پدیده‌ای سیال و ناتمام بدانیم. به وجود آمدنش را گشایش روندی ببینیم که گذشته را با کنجکاوی و انصاف میکاود و حال را در تکثر و تنوع واقعیت‌ها در می‌یابد. در این صورت است که این ایده بزرگ میتواند در خدمت تداوم بخشیدن به تلاش‌های حق خواهانه و برابری جویانه زنان ایران قرار گیرد و جایی شود برای روایتگری و مستندسازی این تلاش ها، برای بازنمایی سویه های گوناگون پیکره‌ای زنده و ناهمگون که تاریخی از جسارت حق خواهی، سرکوب و ایستادگی را با خود حمل می کند. و برای چنین ایده بزرگی چه آغازی بجاتر از نمایش دست سازهای چند زن زندانی سیاسی در همین سالهای اخیر که حضور مؤثر زنان در بستر جنبش‌های حق‌خواهی در ایران را به نمایش می‌گذارد. در کشور استبداد زده ما، اگرچه در دوره‌های پیاپی زندان‌های بسیاری برای سرکوب آزادی خواهی و حق خواهی ساخته شده اند، اما چالش زندانی برای حفظ کرامت خیش همین زندان ها را به جایگاه مقاومت نیز بدل کرده است. با این برداشت، زندان اوین هم نه تنها به تاریخ ستم در سرزمین ما، که به تاریخ مبارزه ما برای آزادی و عدالت تعلق دارد. اشیایی که در این نمایشگاه می‌بینید نمونه‌هایی هستند از انبوه یادگارهای زندانیان سیاسی ایران، پیام‌آور عشق و شور زندگی تا زندان را انکار کنند و میان زندانی در آن سوی دیوار با بستگان و همراهان او در این سوی دیوار پلی از ارتباط انسانی بسازند. حضور چنین یادگارهایی در یک نمایشگاه باعث می شود که بازدید کننده با دیدن و حس آنها به دریافت مسئولیت خیش در برابر جانمایه اثر هدایت شود. اشیا پیک می شوند و جان می گیرند تا بارقه های مقاومت انسانی زنان زندانی را به بیننده باز نمایند، احساس و ادراکش را برانگیزند و او را به همبستگی با پیکره زنان زندانی در ایران فرا خوانند. پس این نمایشگاه با سیال شدن مرز میان ادراک و کنشگری می تواند امکانی فراهم آورد تا از دل آگاهی و همدلی مخاطبان انگیزه های همدستی و همراهی در آنان پدید آید. نمایشگاهی که امروز به گشایش آن آمده ایم سرگذشتی چند ساله دارد. اینکه من امروز دعوت شدم تا در گشایش آن حرف بزنم به قراری در آغاز این سرگذشت مربوط می شود. پاییز 1388 بود، سال جنبش سبز در ایران. چند هفته ای بود که به تهران رفته بودم تا در 11 سالگرد قتل سیاسی پدر و مادرم در خانه و قتلگاه آنان یک گرد همایی برگزار کنم. بیش از سالهای پیش امیدوار بودم که در برابر ممنوعیت قلدر معاوانهی که چندین سال بود بر این گرد همایی تحمیل می شد مقاومت مؤثری شکل بگیرد. اما آن سال هم باز مراسم ممنوع شد و اگرچه اعتراض شدیدتر بود، اما از گستره افراد هر سال چندان فراتر نرفت و جریان‌های پرنفوذ در جنبش سبز همچنان در فاصله با حرکت‌های دادخواهانه باقی ماندند. من هم بیشتر از معمول به جلسه‌های بازجویی احضار شده و مدتی ممنوع الخروج شدم.
و البته در آن روزهای شورمند ممنوع الخروجی یک توفیق اجباری بود. در همان روزها منصوره شجاعی با من تماس گرفت و با رمز و اشاره پای تلفن به قراری دعوتم کرد در زیرزمینی که محل کسب و کار یکی از دوستان مشترک بود. آن روز هم مثل تمام دیدارهای آن سفر همه برایم با شوق و ذوق از تجربه تظاهرات گفتند. از تعقیب و گریزها، از همبستگی مردم، از خانه ها و مغازه ها و خودروهایی که درشان باز می شد تا پناه دهند و جانی را از گزند نیروهای سرکوبگر برهانند. حتی وقتی از کتک خوردنشان می گفتند می خندیدند و سرخوش بودند. انگار همگی نیروی خود را جمع و وسط گذاشته بودند تا رخداد عزیز و نایابی را حفظ کنند که هنوز جان داشت و در برابر سرکوب مقاومت میکرد. در آن بعد از ظهر برای بار نخست از طرح موزه زنان شنیدم. ایده هم جذاب بود و هم در التهاب و شتاب آن روزها دور از ذهن. فضا پر شده بود از ایده های جور با جور، گستره وسیعی از محتوا و فرم افقهای گوناگونی را باز کرده بود. هر کس تصویری از موزه می دید که چندان با دیگری همپوشانی نداشت. گفتگو به درازا کشید، اما آن روز هم به روال آن دوران کم کم تب و تاب تظاهرات پیش رو و جاذبه پرقدرت خیابان بر طرح‌ریزی دراز مدت چربید و دنباله کار به بعد موکول شد. چند روز بعد من دوباره احضار شدم، ماموران مقداری داد زدند و خط و نشان کشیدند و دست آخر پاسپورتم را پس دادند و من تهران را ترک کردم. با اوج گرفتن سرکوب در ایران، طرح آن موزه هم معطل ماند تا بعد مدت‌ها بعد که در تبعید پی گرفته شد و من از دور گهگاه رد پای آن را دنبال کردم تا به این نمایشگاه. و امروز که ما به گشایش این نمایشگاه آمده ایم، بار دیگر در ایران امواجی از حق خواهی و اعتراض سر برآورده که با حضوری سرکش، جسور و خلاق نقطه عطفی در دوران ما ساخته است. یکی از زیباترین نمودهای این پیکره چند وجهی اعتراض را زنان جوانی آفریده اند که نام با مسمای دختران خیابان انقلاب گرفتند. زنانی که در خیابان بالای سکوی می روند، حضور چشمگیری از خود می سازند تا پیرامون را به دیدن خود وا دارند و در یک حرکت ساده و جسور حجاب اجباری از سر بردارند، آن را سر چوب بزنند و هوا کنند تا اعلام کنند که اختیار بر بدن خیش را از یک قانون تحمیلی پس گرفتند. چنین اعلامی در جمهوری اسلامی که حق انتخاب آزاد را به رسمیت نمی شناسد و حق خواهی را سرکوب می کند، جسارت و شهامت می طلبد. پس زنان بالای سکو رفتند تا شهامت را عینیت بخشند و با تصویر خود شور و امید نهفته دران را به ما منتقل کنند. آنها همچنین با به نمایش گذاشتن تنهایی و بیدفاعی خیش بالای آن سکو، از یک سو ما را به همبستگی و همراهی فرا می خوانند و از سوی دیگر پیشا پیش بیشرمی و پلیدی سرکوبگران خود را رسوا می کنند. دختران خیابان انقلاب تصویر نمادینی از رهایی زن ساختند، پس به زیر کشیدن آنان از سکوها و بازداشتشان که این روزها به تکرار اتفاق افتاده است، نه تنها به قصد مجازات فردی هر یک از آنان که به قصد حذف آن تصویر نمادین از رهایی زن انجام می گیرد. و همین دلالت جمعی در یک عمل فردی است
که سبب تکثیر رفتار اعتراضی دختران خیابان انقلاب شده و حرکت زیبا و ساده آنان را به کنشی دوران ساز بدل کرده است. با امید به چرخش دوران به سود حرکت‌های حق خواهی و برابری خواهی زنان ایران، روز جهانی زن را با یک روز تأخیر به همگی من تبریک می‌گویم و امیدوارم این نمایشگاه شما را بیش از پیش به همبستگی با زنان مبارز ایران تشویق کند.